أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين. أم سفري هيدرك رارتو مادر عباس علم دار تو، وصف تو را کس نتواند بیان، عزیزه حضرت ستار تو. حسینا مجتبا و زینبین را ز جان و دلم چو پرستار تو، عقل بشر جملگی حیران بود از ادب و تمکین و رفتار تو. بانوی امراض علی بود تو، به مرتضا حافظ اسرار تو، هم فدار روی عباس تو، هم فدای روح عباس تو. عباس ببوسد روح گلنار تو، زداغ عباس و حسین روز و شب گریه و زاری شده از کار تو. بشیر میگه وقت خبر شهادت ابی عبدالله را به مدینه آوردم، مردم مدینه مسجد جمع شدن، صدا بلند کردم یا علی یضرب مقام لکم بها، قتل الحسین و دموعی مدرار و الجسم من او بکرب بلا مزرج و الرأس من او علی القناة یدار. مردم گفتن آی مرد چه میگی، مگه حسینو چه شده؟ گفتم حسینو کشدن، بدنش در کربلا پامال سمی از بان، سرش را بر سر نیزه بودن شهر به شهر دیار به دیار. اهل بیتش بیرون دروازه شهر آمده منتظر شماست، همه به سوی بیرون شهر حرکت کردن. میگه یک بانو در همون لحظه دیدم با وقار به سمت مسجد میاد، دست دو تا بچه تو دستشه. یک کسی کنارم بود بشیر علی مدینه نیز، من آمد مدینه مردم مدینه را نمیشناسه. گفتم آی برادر آی عزیز، یه بانو خیلی با وقار و با تمکین و با هیبت است، ای بانویی که دست دو تا بچه دستشه کیه؟
ايه صدا زادي ام البنين مادر يا عباس يس امي كفامي دم مادر يا عباس از دویدم خود بالای قدماش انداختم میگه صدا زدم مادر بریر کجدن زهیر کجدن میخوام مقدمه چینی کنم تا از عباس حرف بزنم زهیر کجدن مسلم ابن اوسجر کجدن حبیب ابن مظاهر کجدن اینا را یک یک نام میگرفتم یک وقت صدا زده جوان میدونم از عباسم میگی بگو ببینم آیا حسینم چی حال داره وقتی گفت حسینم چی حال داره گفتم بی بی خاک عالم بر سرم حسینو کشتن استاده بود نشست صدا زده ای جوان رگهای دل ما پاره کردی آسمان و هر اونچه که در تحت این آسمان از فدای عزیز مادر حسین خاک زمینو گرفت بسر و صورت می پاشید و صدا می زد عزیز مادر حسین غریب مادر حسین این روزا روزای شهادت و رحلتی ام البنینه سه سال بعد از قضیه کربلا یا چیزی کم سه سال زندگی کرده می آمد قبرستان بغی دست و جای اول فضلو به دستش می گرفت سایبان درست می کرد بچه ها زیر سایه می گذاشت بچه ها پنج صورت قبر درست می کرد برا بچه ها و عزیزاش گریه می کرد یه روز زنای مدینه دور جمع بودن بی بی فرمو شنیدم عباسم کربلا مشک به دندان گرفته مشکه به آخی مشکه که کسی به دندان نمی گیرد اما به من گفتن چون عباس دست در بدن نداشته زنا میگفت ام البنین گریه نکن صدا میزد دیگه مرو ام البنین نگین ام البنین یعنی مادر بچه ها من که دیگه پسر ندارم دیگر مرا ام البنین نخانید زیرا که من دیگر پسر ندارم مانند مرغ شکست بالم یعنی دیگر من بال و پر ندارم تاج سرم حسین نازنین بود حالا دیگر من تاج سر ندارم از داغ عباس و برادرانش من روز و شب جز چشم تر ندارم این جمله را اضافه کنم لا اله الا الله بعضی از بزرگان نوشتن لحظه جان دادن گاهی ام البنین غجوه میکرد گاهی چشمشو باز میکرد به حال که میامد صدا میزد ای عباس مادر ای عزیز مادر ای عباس میگفت تا لحظه جان دادن لحظه جان دادن صدا میزد عزیز مادر شنیدم ولی فرق تشی گفتن خون آمد چه
اجمعی نازنین تپوشان نتونستی خونش اجمعی نازنین ادفاق کنی تا زمانی که ابی عبدالله آمد خونه را با گوشه از دین پاک کرد من از داغ ابوالفضل جوانم چنین در ناله و آه و فغانم ز داغ نور چشمانم حسینم همیشه در فغان و شور و شینم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.